طالبان برای شهرستان‌های دایکندی که ساکنان آن همه از شیعیان هستند، مدیر جمع‌آوری عشر و زکات بر اساس فقه حنفی تعیین می‌کند. منابع محلی در استان دایکندی می‌گویند که قرار است طالبان برای شهرستان‌های نهگانه این استان مدیر جمع‌آوری عشر و زکات تعیین کند. منابع روز چهارشنبه 28 تیر به رسانه‌ها گفتند گروه طالبان با ارسال نامه‌ای به این استان تأکید کرده که عشر و زکات باید مطابق فقه حنفی جمع‌آوری شود. به گفته منابع محلی طبق این برنامه باید از هر 5 رأس گاو، شتر، مرکب، هر کدام به ترتیب 1 رأس آن به عنوان عشر و زکات به امارت اسلامی داده شود و همینطور از هر 20 رأس بز و گوسفند 1 رأس آن و از گندم، جو، ذرت، کشمش، خرما و غیره نیز مطابق فقه حنفی باید عشر گرفته شود. یک منبع دیگر نیز میگوید در این نامه نوشته شده است که عشر و زکات های جمع‌آوری شده باید به حساب ویژه ملا هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان جمع‌آوری شود. گفتنی است که طی نزدیک به 2 سال حاکمیت طالبان این گروه بارها مالیات سنگینی را به بهانه عشر و زکات از شهروندان نقاط مختلف افغانستان عمدتاً فقیر جمع‌آوری کردند. این گروه همواره از کشاورزان در روستاها عشر و زکات جمع‌آوری کردند. مظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه‌ای جنوب آسیا از آنکارا با ما هستند. سلام، وقتتون بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و صلوات بر روح جانگداز امام حسین و یارانش. ممنونم جناب آقای رئیس‌زاده. جمع‌آوری مالیات اجباری تحت عنوان عشر و زکات از شیعیان بر اساس فقه حنفی از نظر حقوقی و قانونی چگونه است؟ بسیار یک حرف متفاوت را اینا در افغانستان براه انداختن. اگر به یک گذشته کوتاه بررسی کنیم، میبینیم که در گذشته اجازه رعایت احوال شخصی شیعیان بر مبنای فقه شیعه در نظام حقوقی افغانستان پدیده نوپیدا بود، البته در دوره دموکراسی، که با تدوین قانون اساسی در ماده 131ش به واضح اینا شرح میده که این قانون اساسی در سال 1382 وارد ادبیات حقوقی افغانستان شد. خب در نظر اول میبینیم که ممکن است که تفکیک احوال شخصی شیعیان خب از قانون مدنی افغانستان غیر قابل توجه به نظر میاد، اما با مطالعه اوضاع و احوال شخصی شیعیان در افغانستان در گذشته و حال که اینا چقدر تاثیر دارن، ما پیدا میکنیم که چنین تفکیک در چارچوب تساهل و تسامح حکومتداران با پیروان مذاهب دیگر که دارای احکام مذهبی مشخص است قابل تفسیر است. خب این کثرت‌گرایی حقوقی را ما می‌بینیم که هم بر مبتنی باورهای دینی و مذهبی هست و هم مبتنی بر اندیشه‌های بشری، که قانون اساسی سال 1382 در ماده 31 واضح می‌ساخت که محاکم برای اهل تشیع در قضایای مربوطه احوال شخصی احکام مذهب تشیع را مطابق به قانون اینا تطبیق می‌کنند. اما با آمدن طالبان ما میبینیم که اینا تمام قوانین مدنی، قوانین عادی و قوانین اساسی قبلی افغانستان ایمون حلق میکنن، گرچه خود دولت قبلی افغانستان یک مشروعیت نیمبند را از مردم داشت، ولی طالبان، حکومت طالبان نه حکومت است که مشروعیت مردمی داشته باشه و نه هم حکومت یکی است که مشروعیت الهی داشته باشه. خب اینا بر اساس همون ایده هایی که نفرت پراگنی داره و نفرت افغانی بین اهل تشیع و اهل تسنن داره، اینا میخواهد که علمی امورشان را بنا بر اساس مذهب فقه حنفی اینا جلوه بده، در حالت که ما دیروز در دیدیم که در ولایت غور 2 عضو طالب حین تجاوز جنسی بر 2 زن به دام مردم افتاد. آیا این بر اساس فقه حنفی بود؟ خب تعلیم و تحصیل زنان و دختران در افغانستان این ممنوع میکنه طالب، آیا این بر اساس فقه حنفی است؟ خب در نظام طالب کار حق زنان نیست و زنان حق پیدا کردن نان نداره، آیا وای بر اساس فقه حنفی است؟ خب یک جوان تازه داماد را دیر در مزار شریف وقتی که از معاینه خانه پزشکی برمیگرده به طرف خانه خود، می با همسرش طالبا میگیرن و کتک میزنن به خاطر نداشتن نکاح نامه، آیا این بر اساس فقه حنفی است؟ خب
طالبان خودش عفی عمومی اعلام میکنن، بعد سربازان کنکار افغانستان را میگیرن، شکنجه میکنن، پولشان را میگیرن و اعدام میکنن. کدام از اینا خب فقه حنفی است؟ اینا فقه حنفی را اینا آمدن بهانه ای ساختن برای تحمیل ایده هایشان بر مردم افغانستان و نفرت فراگنی بکنن بین مردم افغانستان که متشکل از مذهب شیعه و مذهب حنفی است. جناب آقای رئیس‌زاده، برای بینندگان بفرمایید که در حالی که فقر در افغانستان بیداد می‌کند، این گونه اقدامات طالبان چه پیامدهایی را در پی خواهد داشت؟ در قدم اول یک استراتژی طالبانی و ایده طالبانی که اینا می‌خواهد در جامعه افغانستان نهادینه بکند تبعیض بین مذهبی است. اینا می‌خواهند درگیر بسازند مردم افغانستان بین هم، چه از لحاظ مذهبی و چه از لحاظ قومی و سایر ارزش‌های منطقه‌ای. در حالتی که مردم افغانستان سالها با اهل تشیع و تسننش، با سیک‌ها و هندوهایش زندگی کردند و این همپذیری مذهبی را دارند. خب طالبان می‌فهمند که رفتنی هستند، طالبان تحمل مقاومت در افغانستان را ندارند. اینا تا دو سال کوشش کردند که پول جمع‌آوری بکنند و از لحاظ مادی خود قوی بکنند، که ایره همه واضح میدونه که هفتگانه از 40 میلیون دلار تا 50 تا 80 میلیون دلار هم از طالبان میگیره. خو هم باید از لحاظ فقه حنفی که طالبان معرفی میکنه باید هم حرام باشه. خب یک مسئله دیگه که وجود داره، مسئله فقر مردم است. واقعا مردم افغانستان فعلا، ما با گزارش هایی که از افغانستان داریم از طریق رسانه ها، از طریق مدیا های یوتیوب و سایر موارد، واقعا مردم افغانستان در تنگنای اقتصادی قرار گرفته و مردم ایره آگاه باشد، طالبان هم آگاه باشد، جامعه جهانی هم آگاه باشد که هر وقت مردم افغانستان صبرش از سر رفت، چون یک مردم بسیار با صبر است، بعضی وقت کاری میکنه که متاسفانه با جمع کردن و ایره هماهنگ ساختن بسیار مشکل است. و از این ناحیه هم کشورهای منطقه متاسفانه مورد ضرر قرار میگیره و رنج میبرن از این مسئله و ایره باید جدی بگیرن. و طالبان هم باید کم کم امو گلم و قالینشان و فرشان را جمع کنند و برند تا مردم افغانستان قبل از اینکه یک اقدام علیه طالبان بکنند، طالبان بهتر است که مردم افغانستان در نظام شریک بسازد، در اقتصاد وطن شریک بسازد، خب زنان افغانستان در اقتصاد شریک شوند و از این اخاذی ها و از این گرفت های پولی غیر مشروع باید اینا جلوگیری. ممنونم از شما. مظاهر رئیس‌زاده از آنکارا با ما بودند.